شبتان بخیر. خوشبختانه مهماندار هستیم و در ادامه برنامه با شما هستیم. آقای محمد نصیر وکیلزاده، سخنگوی حزب حرکت اسلامی ملی افغانستان با ما هستند و در مورد دور دوم مذاکره صلح دوحه و ناامنی شهر کابل صحبت می‌داشته باشیم. شما هم ما را همراه باشین و تنها نگذارین. سلام صبحتان بخیر، بسیار ازت خوش آمد. سلام، صبح بخیر. سلام و سلامتی، لبخند و مهربانی خدمت شما بانوان مدبر و توانا. ممنون. بیننده های خوب تلویزیون خورشید، امید که صبح خوب و خوش و در لباس سفید خوشید. ممنون شما، خیلی خوش هستیم شما رو در کنار خود داریم. انشالله بیشتر صحبت ها در مورد دور دوم مذاکرات صلح دوحه و ناامنی شهر کابل. دور اول همچنان ما شاهد ناامنی خیلی زیاده بودیم که زمانی که مذاکرات صلح آغاز شد و زمانی که یک کم وقفه آمد شاید ترورهای زیاده بودیم و حالا که دوباره دور دوم مذاکرات صلح هست، ناامنی روز برای روز افزایش پیدا کرده میره، نکاهش. مشکل عمده در کجا هست و ای که همه منتظر صلح هستیم، میخوایم از شما بشنویم. مذاکرات صلح دوحه یک مذاکراتی که برگرفته شده از یک منشوری که دولت جمهوری اسلامی افغانستان به عنوان یک دولت، به عنوان جمهوریت، به عنوان یک نظام رفتن در پای مذاکرات همراه گروه طالبان نشستن و نام تبادل اطلاعات کردن، تبادل نظر کردن، استدلال کردن، افهام و تفهیم کردن و بیشتر انعکاس دادن آنچه که اونا نظریات، پیشنهادات، انتقادات برای دولت، برای نظام، برای حکومت و برای بازسازی از این کشور داشتن، اونا هم داشتن، اینا هم داشتن. در دور اول مذاکرات تا جایی را که ما میفهمیم طالبا خوشبینی های از طرف طالبا صورت گرفته بود در قسمت حقوق و حق زنا، در قسمت آزادی بیان، در قسمتی که در افغانستان دو دهه میشه، دستاورد دو دهه که در افغانستان است. بیشتر هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان در این نکات کاملا یاد کرده بودن، اونا را به یک عنوان گفته بودن. چون از طرف بانوام تعدادی از بانوانی که نمایندگی میکردن، اراست میکردن و اون صلابتی که تا با حالی را بانوا و حقوقی که در نظام و دولت داشتن، اونا خودشان در برابر طالبان نشسته و خودشان استدلال منطقی میکردن و محق حقوق خود را خودشان میتونن به دست بیارن. در دور دوم مذاکرات صلح که آغاز شد، ما دور اول را که میگین از یک طرف وحشت و دهشت و ناامنی و انتحار و انفجار و در کابل و در پایتخت و در سایر ولایت صورت می گرفت، هم دولت هم گروه طالبان. از یک طرف دولت می رفتن در برابر اونا در جنگ بودن، از یک طرف اونا می آمدن در برابر دولت. اونا می آمدن در مکتب، در پوهنتون، در ساعات ملکی و افرادی که جامعه مدنی است، فعالون سیاسی است، اونا را ترور بکو، وحشت بکو، در فضایی که در کابل ایجاد کرده بودن یک فضای ترس بود، وحشت بود، استراب بود، استرس بود. هیچ کس از خانه وقتی بیرون میشدن همگی با یک روی کرده ترس آلود، با یک فکر، با یک اندیشه، با یک ایدئولوژی که همیش زیر تاثیر می محیط کابل میرفتن. در دور دوم مذاکرات صلح که ما دیدیم گروه طالبان ممیزی کشور هستن، از زمین مرز و بوم هستن، اونا هم افغان هستن. اگر دولت جمهوری اسلامی افغانستان حمله میکنن و در برابر خانه های اونا را در کوی پایه های افغانستان هر کدامش به قتل میرسانن یا شهید میشن یا از بین میرن، اونا هم فرزند امی مرز و بوم هستن، اونا هم شهید میشن، اونا هم زخمی میشن، اونا هم از امی کشور هستن. اگر نیروهای امنیتی کشور هم از بین میرن، اینا هم از امی مرز و بوم هستن. ما و شما نمیفهمیم که تا فکرن اندیشتن در بین خود در جنگ هستیم، چون از یک طرف افغان در برابر افغان در جنگ است. تا چه وقت این حالت در افغانستان جریان پیدا بکنه؟ این هشدار ما، این پیام ما و ای یک فکری است که از طرف و از نمایندگی از یک جریان ما برتان میگیم که کوشش بکنن طرف های دخیلی که در این عرصه کوشش میکنن که صلح در افغانستان بیا، کوشش بکنن همی فرایند صلح را با یک آتش بست آغاز بکنن. چون کابل طوری شده که هیچ کس خود را مسئول احساس نمیکنه، خبرنگار ما خود را مسئول احساس نمیکنه، فعال سیاسی ما خود را مسئول احساس نمیکنه، فعال جامعه مدنی ما خود را مسئول احساس نمیکنه. یک وحشت و دهشت و ناامنی، اعتماد به نفس از بین رفته، عزت نفس از بین رفته و تمام مردم عیاری خود را دست داده.
امروز هر کسی که تا دیروز را به یک نوی ممکن از دولت و از نظام و از حکومت خود طرفداری و وراثت و سیانت میکرد و صلابت قانون را صلابت خود میدید، امروز و گروه مخالف هم در برابر اینا استادگی دارد، در برابر نظام و دولت هر روز بیشتر انعکاسات منفیش را میشنیم. با امید اینا که اینا هم یک گونه ای که میگه صلح و آرامی و آرامش و ثبات در افغانستان تامین شود، با امید از اینا همی که فرایند همی آتش بست و اوربند در کشور احساس بکنن، چون همی افغانش فرزند خودشان، اولاد خودشان از این ناامنی آسیب میبینه. تا چی وقت اونا فرزند که زیر چتر جمهوریت و دولت زندگی میکنن، اونا برن مکتب بخونن، دانشگاه برن، تحصیلات عالی داشته باشن، اما فرزند یک طالب میاد در کو از آوان طفولیت خود که وحش با وحشت و دهشت و با یک روی کردی که سلاگونه است اونا زندگی بکنن تا وقتی که بزرگ میشن. این گونه با اونا هم نمیخوایم، با اینا هم نمیخوایم. پیشتر از این که دولت جمهوری اسلامی افغانستان یک ایدی بزرگی از گروه طالبان را رها کردن، اونا رفتن به عنوان از اینکه ما فرایند صلح را میخواهیم که تقویت ببخشیم، اونا را آمدن یک تعدادش دیگر رها کردن، یک تعدادش لوی جرگه برگزار کردن به مشوره امی مردم، به مشوره امی کسایی که در زیر چتر دولت و جمهوریت زندگی میکنن، نظریاتش، انتقاداتش، پیشنهادش را گرفتن، یک ایده دیگه هم رها کردن. و از این دولت و نظام میخواهیم آن ایده کسایی که در نظام، در دولت، در دولت هم آمدن بعضی از کارهای غیر قانونی را انجام دادن، از نیروهای امنیتی کشور حدود 3800 نفر بیشتر و کمتر که هست، کوشش بکنن اگر حداقل نمیشه یک ایده اینا هم رها بکنن. یکی دی اینا را هم گناهی که دارن اونا را به اگنوی بخشش بکنن، گناه از یا نخواد از طالب که زیاد باشه. اینا آمدن زیر چتر امی دولت و زیر چتر امی نظام زندگی کردن. می خواهیم بپرسم در جریان حرفای خودتان خیلی خوب گفتین که رها شد زندانیانی که بود، حالا بعد از رها شدن همو زندانیانی که از طریق لوی جرگه که برگزار شد، که زمانی که برگزار شد و اعلان کردن که باید اینقدر زندانی رها شود، بعد از رها شدن امونا ما شاید ترورهای زیاد، حملات زیاد، ماین چسبکی و این همه نیستیم که حال باز هم تقاضا همی از قسمی که ما شنیدیم و خواندیم که باز هم تقاضا از این میره که امو زندانیایی که هست او هم رها شود، هیچی قمی تنه مشکل ساز باشه. چهارده افغانستان وحشت و دهشت و خودخواهی و خودکامگی و بدبختی و انتحار و انفجار و به تمام معنی ناامیدی را پشت سر گذاشتانده. املا دولت را کشورهای داخلی که در افغانستان است، سازمان ملل، سایر کشورهایی که بوده فشار آوردن که شما در قسمت ازی که طالبان میخواین که به صلح بیان، توافقنامه صلح، توافقنامه‌ای که با امریکا همراه طالبان امضا کردن، اینا را هویت سیاسی دادن. وقتی که دولت جمهوری اسلامی افغانستان همراه اینا در میز مذاکره نشستن، اونا سرشان فشار گفتن اگر میخواین که ما در پروسه صلح همراهتون مذاکره بکنیم، اول فرایند ما میس یا طرح ما میست که شما بتانین اینی قدر نفری که هست اینا رو رها بکنین. پس از پروسه صلح آتش بس اینا رو که وقتی که در پروسه صلح به یک نوی ممکن رها کردن، هر کدام اینا ضمانت گرفتن، هر کدام اینا گفتن بعد از اینکه ما رها شویم میریم در خانه خود، در کاشانه خود زندگی میکنیم زیر چتر می دولت، یا ما دیگه جنگ نمیکنیم. وقتی که اینا رو رها کردن، گیدی زیادشان گیدی کمیشان رفتن پس دوباره در برابر حکومت در جنگ شدن، اونا هم اکتیدادشون پس دوباره دستگیر شده در زندانهای افغانستان بسر میبره. همین دولت هر چی که حسن نیت در برابر طالبان نشان داده نشان داده، همین نظام نشان داده، چون طالب اگر هر چی که خواست از یک طرف زندانهای شریحا کرد، از یک طرف دیگه در برابر اینا به او گونه‌ای که باید جنگ بکنن نیروهای امنیتی را به شدت چی کردن که به او گونه شما نکنین که ما میخواهیم که صلح بیاد در کشور، اما به اگنه ممکن اونا هم آمدن در کابل. ما میفهم که ترور شد، وحشت شد، انتحار شد، پانتون، دانشگاه، محیط تعلیمی، آموزشی، اکادمیک به تمام معنی یک روی کرده ترسالود را به خود گرفت. یم جای خوش بینیست، اما ما پیشبینی ماییست، بینیش ماییست، نتیجه ماییست و فرایند ماییست که طالبا در دور دوم مذاکرات صلح گذشته که گذشت آینده را ببینیم، در دور دوم مذاکرات صلح کوشش بکنن که یک اوربند را،
یک آتش بست اعلان بکنن، مردم زیر چتر همی دولت زندگی بکنن با یک روی کرده خوب، چون اینا همگی فکرن اندیشتن ترس میخوره ازی وقتی که نام طالب را میشنون به یک گونه ممکنم و تو اعتماد به نفس خود انسان حدیث میده به امید ازی که طالبان میان میگن ما در زعامت حکومت میایم، در زعامت حکومت میایم، مزارت میکنیم، ریاست میکنیم، معینت میکنیم، وقتی که شما بین کلگی از کشور فرار نکنن که طالب ما را قمچی نزنه، طالب ما را بندی نکنه، طالب ما را سر ما را کل نکنه، حق و حقوق زنا را زیر فشار نبیاره، طالب هم باید کمی خوشبینی نشان بده. همین قدر که دولت در برابر طالب نشان داد، همین قدر طالب در برابر ما مردم نشان بده. اگر در برابر دولت نشان نمیده، در برابر ما افراد ملکی فعالین جامعه مدنی نشان بده. ما هم از یک طرف حکومت را میگیم، از دیگر طرف طالب را میگیم. طالب هم از همین کشور است، دولت هم از همین کشور است. با امید از اینکه طالب هم به عنوان امارت میگیره، خود به عنوان یک نظام میگیره، با امید از این هم اگر قانون داره، اگر منشور داره، اگر اساس داره، باید کوشش بکنه کمی افراد ملکی را از بین نبره. امروز چی کرده یک جوان در یک چارایی میره، شما مین با یک مین انفجار میتین، حداقل همو کسی را که شما از بین 5-6 نفر افراد ملکی از بین میره. امروز یک کراچیوان از بین میرین، اولادش یتیم میشه، فرزندایش اسیر میشه، خانومش بیوه میشه. گفتم به یک نوی ممکن شما هر روز گناه آلود میشین، در برابر خدا مسئول هستین، در برابر پیامبر مسئول هستین، در برابر همین مردم بعد از اینکه در زعامت حکومت بین مسئول هستین. از یک طرف دیگه مقاومت دوم شکل گرفته. اگر شما به این گونه ممکن شما رفتار بکنین، مقاومت دوم شما که در زعامت حکومت بین همینطور که ترور کردین، همینطور ترور میشین. همین تو که افراد شایسته و نخبه ما را در وزارت بودن، در ریاست بودن، معینت بودن، انفجار دادین، انتحار کردین، همین طور مقاومت دوم در برابر شما شکل میگیره. شما کوشش بکنین که می فرایندی حسن نیت دولت را در برابر خود حفظ بکنین. دقیقاً. خب آقای وکیلزاده، صحبت هایی که شما داشتین، پس بالاخره به خاطر اینکه ما دور اول مذاکرات را هم سپری کردیم، نتیجه ای نداشت و در جریان دور اول هم ناامنی بیشتر بود و فعلا در جریان دور دوم مذاکرات هم ناامنی بیشتر هست، ولی نتیجه آنچنان دست پیدا نمیکنه آنچنان که مردم انتظار دارن، پس ضعف عمده ای که وجود داره در چی هست بیشتر؟ دولت ما، نظام ما، بخشای کشفی و استخباراتی و وزارت‌های داخله، امنیت ملی و اردوی ملی، اینا یک رکن اساسی از یک جامعه و از یک کشور تشکیل میدن. اینا رفتن در برابر اجنبی ها، در برابر کسایی که در برابر امی حکومت و نظام در جنگ بودن، خود معلول شدن، معیوب شدن، پای خود را دست خود عدیس دادن، کور شدن، کر شدن. و تمام معنی اینا واقعا فرزندای اصیل، مادرایی که فرزندش در خط مقدم نبرد در برابر در بخاطر صلابتی از این قانون از بین رفته، دیستی از مادرها از بوسیدن است. بیاین ما و شما بعضی وقت دولت خود را، نظام خود را همیش سرکوب نکنیم، میخکوب نکنیم که دولت ضعف داره. ما به یک نوع ممکن میگم دولت مردای ما که در زعامت و کار میکنن، یک ایدی ما که ماوین سبی اول ریاست جمهوری جناب صالح سب که یک مدت بسیار زیاد در جلسه ششینوم را رهبری میکرد، مدیریت میکرد، من به عنوان یک جوان ازش تشکر امتنان میکنم. بهترین مدیریت و تدبیر و شایستگی را از خود نشان داد. تا با حالی را هیچ حکومت، هیچ نظام در افغانستان مثل دکتر اشرف غنی و رئیس جمهور نداشته و مثل امرالله صالح و یک ماوین، چون ساختارشان، برنامهشان، طرحشان، پروپوزلشان یک خط مستقیم، یک خط مشق و مقیمومیت خود را حفظ کردند در برابر نظام و حکومت. همه کسایی که غیر قانونی، غیر مسئول و غیر به اساس مشروط به نظام نی، بلکه غیر مشروط اینا رفتار میکردن، همین نظام، همین حکومت و همین پالیسی که داشتن، اونا را اول آوردن زیر چتر دولت به عنوان میثاق امنیتی. در تمام ولایت هایی که افراد مسلح غیر مسئول بود زیر چتر همین نظام آورد، چی در وزارت داخله، ریاست امنیتی ملی و اردوی ملی، به یک گونه ممکن اینا را آوردن زیر چتر دولت. افراد غیر مسئول در کابل کمتر شد،
موترایی که بی پیلیت بود زیادتر اونا را هم یک گونه ممکن اینا هم در ناامنی کابل دست داشتن، اونا هم کار کردن در یک قسمت دیگه ای که در کابل بیشتر دستاوردهایی که میشد در دو دهه گذشته از یک تعداد افرادی که از او استفاده ابزاری میکرد اونا هم بند شد. به یک گونه ممکن کارکرده اینا را هم باید ما ضعف نکنیم، بلکه مدیریت بگوییم، تدبیر بگوییم. بله درست، آخه اینا هم خوشبینیشون قابل قدر است داشتین که آقای امرالله سال این که آمدن و یک پروسی خیلی خوب را برای انداختن گزارش جلسات شش و نیم بود، ما کارشان تقدیر میکنیم، واقعا یک کار خیلی خوب و عالی را انجام دادن، ولی که دستفروشان و بعضی کراچیوانان که حالا در روی سرک مفروختن و مو ناناور خانواده خود بود که میتونست به مو یک چیز را که به فروش میرسان بیای و به خانه نان ببره. پس در ضمن از اینکه اونا پس شدن از روی سرک ها، خب این یک کار خیلی خوب است، ولی باید تنظیم میشد برشان یک جای دیگه که میتونستن همو کار خود ادامه بدن. حالا که در خانه هستن نان و خوردن ندارن، این خودتان فکر نمیکنین که روز به روز ما از نگاه فقر زیاد شده میره، همه کسانی که حالا ندارن روز به روز ندارتر میشن، اما کسانی که دارن اونا خب روز به روز پولدارتر میشن چون که سرمایه گذاری میکنن، اما کسانی که غریب هستن باید با اونها هم توجه جدی داشته باشه. جناب امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری به عنوان یک فرد استخباراتی است، به عنوان کسی است که به عنوان رئیس امنیت ملی در افغانستان ایفای وظیفه کرده، یک فرد استخباراتی هستند. اونا آمدن اگر دستفروشان را به عنوان کسایی که دستفروشی میکردن یک گیدی زیادشان را چون در رابندی هم کابل اونا دوست داشتن. مشکل من که چرا پس شدن، هدف ما چیز پرسشی که ما دریافت کردیم اوی است که چرا یک مکان دیگه ساختن نشد با آنها که باید دوانجا بودن. هدف ما این است که چرا پس شدن. همیگه در میثاق امنیتی زیر کومنت ها و نوشت هایی که در فیسبوک جناب سالی سب نوشته میشد من خواندم، اونا گفتن ما یک جای مشخص، جایی که آلودگی صوتی را وارد نکنه، مردم از اونجا بره، همگی دستفروشایی که اونجا وجود داره به اساس یک چوکات بندی زیر چتر شاروالی کابل اینا بیان، اما مالیاتی که هست، اما اساسی که هست به اساس یک مقرره پیش میره، مقررش ساخته شوه، پالشیش ساخته شوه، به اساس یمو بیان اینا در یک جای مشخص جور شوه. در کابل بیشتر میبینیم که یک جای مشخص به اینا، هر جای یا در پیش دریای کابل اینا هستن یا در یک لبی سرک هستن، یک جای مشخصی و آنچنانی که باید زمین باشه نبوده. امی دولت را هم پیش بینی میکنه که ما اینا را کجا ببریم. اینا میان یکیش در لبی سرک است، یکیش در دیگه طرف سرک است، یکیش در دیگه طرف سرک است. ما چی میفهمیم که اینا در ناامنی کابل دسته داشته باشن؟ امروز هر کس به یک چهره، طالب به یک چهره میه، دولت به دیگه چهره میه، فرد ملکی به دیگه چهره میه. ما گفتم جناب صالح صاحب به عنوان یک فرد استخباراتی کارکردش، مدیریتش، تدبیرش و به تمام معنی به ما قابل قدر است، قابل تحسین است، قابل تقدیر است. و از این کارکردش من به عنوان یک فرد نیه که ما امروشان ملاقات هم نکردیم، نشیشتیم هم، اما تشکری امتنان میکنیم به عنوان یک جوان، به عنوان یک فعال مدنی که واقعا معاونی بوده که در هیچ حکومت مثل از یوری معاون نبوده، به امید از که طالب هام از این خواب غفلت و از این خیال و محال و جنون بیدار شوند و از این خواب خرگوشی بیدار شوند، صلح را به عنوان یک فرایند ببینند، با امید از این ببینند که فرزنداش فردا دکتر شوه، انجینر شوه، نه که فرزنداش انجینر کلنشکوف شوه، انجینر راکت شوه، نه اینا بیان انجینر ساخت مین چسبکی شوه، نه شما بیان فرزندایتان فردا دکتر شوه، انجینر شوه، خانمایتان بیا دکتر شوه، انجینر شوه، اینا هم سهم داشته باشه به حکومت. ما با امید از اینکه طالبان به میکنه فکر داشته باشن، ایدئولوژی داشته باشن. ایدئولوژی به سال گذشته تان اگر بگین در این دولت و در این نظام قابل تطبیق است، او باورتان را از بین ببرین و اندیشیتان از بین ببرین. اگر اندیشی امروز آزادی بیان، دموکراسی، دموکراتیک، حق و حقوق مردا و زنا قابل قدرتان است، بین دمی حکومت بپیوندین. در اون صورت اگر ایگه پارا نمیپذیرین، بین ما را مصروف نکنین. اگر جنگ میکنین مستقیم جنگ بکنین، اگر نمیکنین ما را از یک طرف مین در دوحه مصروف کردین، از دیگه طرف مین ما را در کابل از بین میرین، در ولایت ها نامنی را انداختین. تا چه وقت وضعیت را شما سر ما رشخند میزنین؟ ما نمیفهمیم که رشخند شما شدیم یا میخواین جهان را به خود متوجه بسازین که حکومت هستیم. ای به یه گونه ممکن جهان را به شما باور نداره، سازمان ملل هم باور نداره، هیچ کشوری به شما اعتماد نداره. شما گروه تروریستی در تمام جهان مشهور هستین. اگر میخواین از این لیست بیرون شوین، بین زیر چتر همین دولت شما بین زعامت حکومت، شما بین دمی امنیتی کابل دست داشته باشین. تا چه وقت میخواین که ناامنی در کابل بیداد بکنه؟ ما میم حالا مذاکرات را شروع کردیم، از یک طرف
دکتر صاحب نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبا از دیگر طرف استانگزی صاحب میه ما حکومت موقت میخواییم. شما بین اول آتش بست اعلان بکنین، فرایند حسن نیت را بگیرین، بعد از شما پیش از این کار کردتان در برابر نیروهای امنیتی ما در جنگ هستین، میهن حکومت موقت میخواییم. این گناه خواب است، خیال است، محال است، جنون است. از این گپا شما چیزی بدیست نمیارین. باید تعداد از رهبرها و سیاسی جریانات سیاسی ما باید خود را تا به حال زیر چتر جمهوریت و نظام زندگی کردن، امین آمدن از شما حفاظت کردن، نراست کردن. بله، کوشش بکنین به خاطر حفظ همی دولت، دستاوردهای دو دهه همی دولت، آزادی بیان، دموکراسی، دموکراتیک، حق حقوق زنان، به خاطر حفظ همی دستاوردها شما کوشش بکنین که کوشش بکنین. نه که شما امرای طالبان بیرق قزنا را شما دادیستان بگیرین بالا کنین. شما بیرق همی کشور را اگر بالا نکنین سرنگ است. اگر شما از این بیرق ناامید شوین عذاب وجدان میکشین. اگر شما بر بگردین با مندشی طالبانی هیچگاه به جای نمیرسین، با امید یک صلح و ثبات و آرامی و آرامش در کشور. ممنون از شما، هم شما فرق باشین. و حالا هم فن فردا تازه از دنیای تکنولوژی رو با هم اینجا تماشا میکنیم. دوباره برمیگردیم، ما رو همراه باشین و تنها نگذاریم.